سلام، روزتون بخیر. من امروز یه شبیه ساز خیلی جالب پیدا کردم. حالا بانم هست ولی منظور ما رو میتونه برسونه. اینکه ما اگر شهاب سنگی با قطرهای مختلف و با سرعتهای مختلف بیاد با هر جای جهان برخورد بکنه چه تبعاتی داره. من دو سه تا از اینا رو شبیه سازی میکنم، میتونه حالا تا حدودی منظور رو برسونه. اینم با اینکه جنب فانه این نرم افزار، ولی تا حدی در واقع میتونه به واقعیت نزدیک باشه. اینجا میبینیم که مثلا میتونیم قطر شهاب سنگمون رو تغییر بدیم، سرعتش رو تغییر بدیم و زاویه برخوردش رو تغییر بدیم. من مثلا حالا قطرش رو میارم تو همون 1.5 کیلومتری که ماکسیمومش هست میذارم و با سرعت‌های مختلف اینو تست می‌کنم. زاویه رو حالا می‌ذاریم رو 90 درجه که مستقیم عمودی بخوره، حالا می‌تونیم زاویه‌های کمتر هم بذاریم و اینو من با سرعت‌های مختلف تستش می‌کنم. اولین تستمو مثلا با سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه انجام میدم، ماکسیموم تا 100 کیلومتر هم میشه. من رو 20 کیلومتر اینو می‌ذارم. چیزی جالبیه، حالا لینکشو تو توضیحات می‌ذارم، لینک این پیجو هر کی خواست باش کار بکنه. و اینجا میتونیم جنس شهاب سنگ رو تغییر بدیم، سنگی باشه، کربن باشه یا مثلا طلایی باشه. مثلا من این شهاب سنگ رو از آهن میذارم، میایم نقطه برخورد و مثلا حالا رو کشور خودمون تست کنیم، اگه شهاب سنگ بخوره به فرض، میام میذارم مثلا تهران که ببینیم دامنه تخریب چقدر اگر شهاب سنگی بخوره. حالا اینجا حدود تهران و سرعت 20 کیلومتر، قطر شهاب سنگ 1.5 کیلومتر، زاویه برخورد 90 درجه عمودی و من این لانچ رو میزنم. خب اینجا یه برخوردی نشون میده که برخوردی انجام شده، یه محل برخوردی اینجا وجود داره. میریم تبعاتش رو اینجا تو قسمت سمت راست میخونیم. گفته عرض اون جایی که ایجاد میشه محل برخورد 31 کیلومتره. چید اینجا من یه مسیج برام اومد. خب اینجا قطر برخورد 31 کیلومتره و اینجا سمت راست میتونیم ببینیم چه آمارایی که میده، چه بلایی سر در واقع منطقه میاد. میگه تقریبا 3300 نفر بر سر این برخورد و تبخیر میشن، اینا از بین میرن و 829 متر این در واقع عرض اون محل برخورد، عمقش در واقع دیپش، عمقش به وجود میاد. 20 کیلومتر بر ثانیه برخورد شده. این معادل این ضربه ای که خورده 1.5 کیلومتر بود عرض شهاب سنگمون با 20 کیلومتر بر ثانیه، معادل 432 گیگاتون TNT این برخورد و انرژی خیلی زیادی داره به وجود میاد. اینجا بقیه آثارشو پایین تر نوشته که حالا این تو چه بازه زمانی اتفاق میفته. خب این بازه حرارتی که ایجاد میکنه، میگه که تو این شعاع در واقع این حرارت حاصل از برخورد تأثیر میذاره. تقریبا 8,200,000 نفر میمیرن تو این گلوله آتشینی که اینجا به وجود داره میاد. میبینید اینجا تو شکل مشخص کرده که 50% کشته تو این شعاع به وجود میاد، تو این شعاع داخلی. و شعاع بیرونی سوختگی درجه 3، سوختگی درجه 2 که اینور سمت راست آمارشو نوشته. میگه که 5,800,000 نفر سوختگی درجه 3 پیدا میکنن، 7,500,000 نفر سوختگی درجه 2. یعنی یه شهاب سنگ 1.5 کیلومتری که با سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه مثلا به حدود تهران برخورد کنه، تقریبا یه شعاع زیادی از ایران رو تحت تاثیر قرار میده، باعث سوختگی میشه تا این پایینا، حالا نمیدونم حدود مثلا شیراز میشه کجا میشه. و لباس ها می سوزه تا فاصله 249 کیلومتری. یعنی اگه تو تهران این شهاب سنگ برخورد بکنه، کسی که 250 کیلومتر اونورتر داره زندگی میکنه لباساش می سوزه. درخت ها در واقع آتیش می گیرن تا 390 کیلومتر، 400 کیلومتر، مثلا تا نزدیکای اصفهان حتی مثلا درخت ها می سوزن. و این صدایی که ایجاد میشه، این در واقع موج صدایی که ایجاد میشه داره نشون میده چه تبعاتی داره. 66,000 نفر بر سر اون شوک موج میمیرن
تا 145 کیلومتر هر کسی از دچار مشکلات ریوی میشه، تا 190 کیلومتر مشکل شنوایی پیدا میکنه، ساختمون ها تا 330 کیلومتر فرو میریزن و خونه ها هم تا 439 کیلومتر فرو میریزن. و این بادی که ایجاد میکنه، این دایره رو ببینید تو شوهای اون کوچیکتر اون جلو، میگه اینجا 3 میلیون نفر بر سر حالا اون سرعت باده که توی اون شوهای اولیه کوچیکتر هست کشته میشن. تا حدود 98 کیلومتر میگه میگه تا این شوهای 98 کیلومتری سرعت باد از روی جوپیتر روی سیاره مشتری بیشتره. خونه ها تا 160 کیلومتر کاملا با زمین یکسان میشن. و حالا اینجا تو این دایره ها نوشته دیگه، میگه تو اون شوهای کوچیک اون وسط که خودش چند تا شهره، 1500 کیلومتر بر ساعت سرعت باده. و تا این شوهای عقبتر که میگه حتی درخت ها میشکنن. پس این هم عوارض بادیه که به وجود میاد. و بر سر زمین لرزه که به وجود میاد 12000 نفر کشته میشن. تا 460 کیلومتر اون سمت‌تر هم زمین لرزه احساس میشه. خب پس خیلی اتفاق بزرگی داره میفته، یعنی یه شهاب سنگ 1.5 کیلومتری با سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه خیلی اتفاق بزرگی داره رخ میده. خب من اینو پس وضعیت رو میام بدترش میکنم، یعنی میرم تغییرات روش میدم، سرعت 20 کیلومتر رو حالا میکنم 100 کیلومتر، ببینم اگر این شهاب سنگ با سرعت 100 کیلومتر بخوره چه اتفاقی میفته. به صورت عمودی شهاب سنگ 1.5 کیلومتری، محل برخوردم همون حوالی مثلا تهران، همون جاها میام دوباره قرار میدم و دوباره لانچش میکنم. این بار در واقع اون عرض برخوردمون اون دفعه فکر کنم 38 کیلومتر بود، این بار 70 کیلومتر نوشته و 68 هزار نفر تبخیر میشن تو اون شوهای فاصله نزدیک. عمقمون که اون بار نمیدونم 7800 متر بود تقریبا، الان 1.1 کیلومتر شد عمق محل برخورد. و این معادل 11000 گیگاتون TNT این برخورد، یعنی شهاب سنگ 1.5 کیلومتری که سرعتش 100 کیلومتر بر ثانیه بود. و اتفاقای دیگه که میفته، میبینی شعای آتیش خیلی بزرگتر شد، یعنی تقریبا کل ایران رو داره در بر میگیره. 32 میلیون نفر بر اثر این حجم آتیشی که به وجود میاد دارن کشته میشن. نصف، یعنی 50% جمعیت تو این فایربال این وسط، تو این گلوله آتشین این وسط دارن از بین میرن. خیلی اتفاق بزرگی، یعنی نصف جمعیت ایران تقریبا داره اینجوری با یه دونه شهاب سنگ از بین میره. حالا تبعاتش رو کشورهای دیگه هم 100% هست، مثل اون شهاب سنگ معروفی که در واقع فکر میکنم قطرش اگه اشتباه نکنم مثلا 10 کیلومتر بود، تو خلیج مکزیک 66 میلیون سال پیش برخورد کرد و باعث تغییر آب و هوایی کل کره زمین شد. دایناسورها از بین رفتن، عصر یخبندان بعدش به وجود اومد بر اثر در واقع اون غبار و جرمی که رفت تو اتمسفر و جلو رسیدن نور آفتاب رو گرفت. 11 میلیون نفر میگه سوختگی درجه 3 پیدا میکنن، یعنی اصلا هیچی، خیلی اتفاق وحشتناکیه. 14 میلیون نفر سوختگی درجه 2 تو اون دایره بیرونیمون. لباسا تا 684 کیلومتر میسوزه، درختا تا 840 کیلومتر میسوزه. و موج برخوردی که اتفاق ایجاد میشه، میگه تا نزدیک 9 میلیون 10 میلیون آدم بر سر موج کشته میشن. تا 429 کیلومتر هر کسی که هست، یعنی تا اون بره اصفهان دوباره دچار بیماری ریوی میشه. تا 560 کیلومتر مشکل شنوایی پیدا میکنن. ساختمونا تا 970 کیلومتر فرو میریزه. این قشنگ تو شکل مشخصه، یعنی این آثارش تا میبینید تا اون بره گرجستان هم داره حداقل تو این برخورد اولیه خودش نشون میده. بادی که به وجود میاد، 22 میلیون نفر اینجا دارن بر اساس سرعت باد که 1500 کیلومتر بر ساعت کشته میشن. و میبینیم حالا تو شوهای بیرونی تا 800 کیلومتر، تو دایره بیرونی سرعت بادمون 800 کیلومتر بر ساعت، همه چیزو نابود میکنه دیگه.
تمام درخت ها تا 1400 کیلومتر تقریبا فرو میریزن میشکنن و زمین لرزه ای که به وجود میاد، میبینید معادل زمین لرزه 7 ریشتری اومد اینجا تصویرش کرده و تا 657 کیلومتری هم زمین لرزه داره احساس میشه. یعنی یه شهاب سنگ اگر خدای نکرده حالا هر جای زمین برخورد بکنه با یه همچین مقیاسی، تقریبا حیات، حالا این مثلا بررسی همون نقطه است، حیات کل زمین رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی جالبه. حالا شما میتونید مثلا سناریوهای دیگه خودتون روش انجام بدید، قطر شهاب سنگ رو تغییر بدید، سرعت و مثلا پارامتر زاویه برخورد داره. حالا من عمودی گذاشتم، میتونید مثلا بگید با زاویه 20 درجه تا کمترین حالت تا 5 درجه میتونید زاویه برخورد رو تغییر بدید. احتمالا با زاویه برخورد کمتر خب ممکنه تاثیرش کمتر باشه. اینو میتونید خودتون تست بکنید. ممنونم که ویدیو رو دیدید. اگر شبیه‌ساز جالب اینجوری دیگه سراغ داشتید برای من کامنت کنید، من با اونم کار میکنم، فیلم براتون میذارم. روزتون بخیر، خسته نباشید.